درود، همراه شما هستیم در ایندیپندنت فارسی و گفتگوی داریم با بانو فرزانه روسایی که از استکهلم همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید به این گفتگو. سلام میکنم به شما و بینندگانتون. خانم روسایی، همونطور که در جریان هستید، اخبار زد و نقیزی از تشدید بحران و تنش داخلی و درگیری جاری در سودان مخابره میشه و هر دو طرف مناقشه، در واقع ارتش سودان و از آن طرف گروه شبه نظامیانی که به نیروهای پشتیبانی فوری مشهور هستن، ادعا میکنن که بر مراکز حساس و مهم کنترل دارن. اخباری که نمیتوان راستی آزمایی کرد با توجه به شرایط موجود. اما جهان و نهادهای بین‌المللی و حتی سازمان ملل متحد بر این باور بودند که پس از اینکه پیشنویس طرح حکومت سودان ارائه شد، قابل اجرا خواهد بود و اجرایی میشه و همه گروه ها بر سر اون توافق خواهند کرد. به نظر شما چه اتفاقی افتاد که رئیس ارتش و معاون وی به این شکل وارد جنگ و درگیری شدند؟ به نظر میرسه که بحران سودان تازه نصفی از یک حلقه شروع شده باشه و برای اینکه شما این حلقه رو بتونید یه جورهای برید هوا و مثل یک هواپیما یا مثل یه جی پی اس این رو مشخص کنید که این در کجا قرار داره و چرا اتفاق افتاده، شما باید یه حدود 30-40 سال برگردید عقب. ببینید، سال 1989 یک نفر در سودان به قدرت رسید به نام عمر عبدالبشیر. عمر عبدالبشیر در واقع نماینده یا در واقع متمایل به اخوان المسلمین مصر بود، از اون اسلامگراهای بسیار قدرتمند و پرنفوذ در شمال آفریقا بود و عمر البشیر با کمک احزاب اسلامی که آقای حسن ترابی نمایندش بود و رفیق فابریک جمهوری اسلامی و خامنه ایرانیا بود، برای مدت 30 سال در قدرت موند و اینها می شود گفت واقعا هر غلطی دلشون میخواست در سودان کردن. عمرالبشیر سال 2019 از قدرت برکنار شد. 2019 با یک کودتای خیلی سبکی از قدرت برکنار شد، اما آثار استبداد عمرالبشیر، اون اسلامگرایی فاسد عمرالبشیر، گرایشاتی که بعضی وقتا به القاعده داشت، به تروریست ها سرویس ها خدمات عمومی، به بن لادن پناه داده بود، با جمهوری اسلامی روابط داشت، با عربستان سعودی مشکل داشت، بعضی وقتا با جمهوری اسلامی و ترکیه و قطر روابط داشت، با توی جناح بندی های منطقه خاورمیانه علیه مثلا علیه عربستان اقدام انجام میداد. در هر حال سودان طی 30 سال گذشته در یک وضعیت کاملا بلا تکلیف و پادر هوایی بوده که امروز رو که شما میبینید باید بدونید که 10 سال پیش، 20 سال پیش و 30 سال پیش در سودان چه اتفاقی افتاده که الان مثل ایران که یه بسیج داریم و ببخشید یه سپاه داریم و یک ارتش، در سودان هم یک ارتش داریم و یک گروهی که تحت نظارت ارتش هست و اینها هر دوشون قدرت دارن و میتوانن نظم و انضباط تثبیت شده رو به هم بریزن. در واقع میشود گفت که بعد از سال 2019 که عمرالبشیر سرنگون شد، هنوز که هنوز سودان نتوانسته یک دولت دموکراتیکی داشته باشه، انتخابات شفاف برگزار کنه و طیف‌ها و جناح‌ها و مدعیان قدرت در کشور سودان اینها بتونن یک جوری خودشون نشون بدن. در نتیجه وقتی که وعده های انتخابات دموکراتیک به تأخیر افتاد، وقتی که جریان های سیاسی، این در هر جای دوره، در ایران، در هر کشوری ممکن اتفاق بیفته، وقتی که روند دموکراتیزاسیون به تأخیر افتاد، ببخشید، بعد شاهد هستیم که میتواند جریان های کودتایی، جریان های نظامی و حداقل اقتشاش سیاسی و نظامی در کشور حاکم میشه. این اتفاق که امروز شما میبینید که اون ارتش کوچکی که تحت حمایت و در واقع سرپرستی ارتش اصلی بوده، امروز یه شبه کودتای انجام داده و ما نمیدونیم واقعا موفق شده یا نشده، اما اگر این اتفاق افتاده حاکی از اینه که سودان از امروز وارد تونل بحرانی شده که میتواند کل آفریقا و خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار بده. میبینیم که بسیار از کشورهای منطقه خواهان پایان یافتن این درگیری ها شدند و از جمله وزارت امور خارجه عربستان، وزارت امور خارجه مصر، حتی جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
و حتی دبیر کل سازمان ملل متحد خواستن که این درگیری ها پایان پیدا بکنه و راهی برای گفتگو باز بشه. به نظر شما آیا این احتمال وجود داره که یکی از کشورهای منطقه در حمایت از یکی از این گروه های درگیر بر بیاد؟ ببینید، کشورهایی که قدرت متمرکز ندارن، دولت متمرکز و منتخب ندارن، انتظام سیاسی نیست، رابطه بین دولت و مردم نیست، بین حاکمیت و مردم نیست، به صورت طبیعی کاملا نرمال و طبیعی این کشورها میتوانند تحت تاثیر نفوذ کشورهای دیگر باشه. یعنی شما الان میتوانید احتمال بدید که اسرائیل در سودان نفوذ دارد، میتوانید احتمال بدید عربستان یا ترکیه در سودان نفوذ دارند. اما یک تهدید دیگری هست، کشورهایی که دولت در واقع دولت مقتدر ندارن، دولتی کشور رو اداره کنه. این کشورها محل رشد و توسعه و پنهان شدن گروه های تروریستی مثل القاعده هم میتونه باشه. یک دلیلی که القاعده یا داعش در سودان رشد کرد، چون دولت سودان در سوریه مستقر شد و رشد کرد، که دولت سوریه به شدت ضعیف شده بود، در نتیجه تروریسم اسلامی یا اسلامگرایی یا داعش یا القاعده مثل ویروس در این کشورها رشد میکردن. الان من اعتقاد دارم با سوال شما پاسخش بله، هم کشورهای دیگر میتونن در سودان اعمال نفوذ کنن و جریانها رو به جان هم دیگه بندازن یا لابی های خطرناک راه بندازن، و هم القاعده میتونه در اون کشور اکتیو بشه و فعال بشه. سودان به دلیل نزدیکی به شاه آفریقا، به دلیل نزدیکی به در واقع مرزهای آبی عربستان سعودی، به دلیل همسایگی با دولت مصر، کشور بسیار مهمیه و کشور بسیار بزرگ و ثروتمندی هم هست. در نتیجه اگر سودان دچار بحران بشه، شما می توانید انتظار داشته باشید که این بحران به همه کشورهای همسایه سودان و همچنین به خاورمیانه هم سرایت کنه. اما اگر برگردیم به اوضاع داخلی سودان با توجه به وضع فعلی، از اونجایی که خب بالاخره میدونیم که از قبایل بسیار زیاد و متعددی در سودان در کنار هم هستند و زندگی میکنن، به نظر شما اگر اوضاع به این شکل پیش بره، آیا امکان درگیری این قبایل و شروع یک جنگ داخلی هم در سودان وجود داره؟ احتمالش بسیار زیاده. اگر تا پریروز شما میبینید که کودتا یا جنگ داخلی یا مثلا حمله به فرودگاه یا به کاخ ریاست جمهوری اتفاق نیفتاده، به دلیلی که دو سال پیش یک توافقی بین دولتی که عمر البشیر رو برکنار گذاشت و همه جریان ها و دارپوریست ها، یعنی اون گروه هایی که در دارپور هستن، یه توافقی صورت گرفت، اگر اشتباه نکنه اسمش چارچوب هست، برای اینکه انتخابات بشه، دولت تشکیل بشه، کی وزیر دفاع بشه، کی وزیر کشور بشه، کی وزیر آموزش بشه، یه توافقی صورت گرفت برای اینکه سودان رو بتونن از توی در واقع از توی بحران سیاسی نجات بدن و کشور آرامش پیدا کنه. اگر امروز شما شاهد جرقه‌های سیاسی هستید، علت چیه که اون توافق اصلا اجرایی نشد؟ توافقی که همه روش در واقع توافق داشتن که کشور چگونه اداره کنن، نه تنها اجرایی نشد بلکه تقریبا فراموش شد. وقتی که توافق دو سه ساله زیر نظر ایالات متحده آمریکا، نمایندگان سازمان ملل متحد، عربستان، سعودی، همه کشورها جمع شدن، یکی دو سال مذاکره بود تا یه توافقنامه شکل بگیره. توافقنامه هایی که در کشورهای قبیله نشین، در کشورهای بادیه نشین مثل سودان وقتی که به نتیجه میرسه امضا میشه، اگر به تاخیر و به تعویق بیفته، بلافاصله شاکله های ابتدایی هم از هم میپاشه. اینی که شما امروز میبینید که در سودان اتفاقی افتاد به دلیل اینکه دولت بعد از عمر البشیر دولت واقعی نبود، نتوانست کشور رو اداره کنه، نتوانست انتخابات برگزار کنه، تحت تاثیر کشورهای خارجی بود، در نتیجه شما میبینید امروز به کاخ ریاست جمهوری و فرودگاه اصلی شهر خارتوم حمله شده، اما میتواند در آینده تغییراتی هم داشته باشه. من یک نکته ای رو بهش اشاره کنم و اون اینه که شما به دو تا پوینت رو باید بهش توجه داشته باشید. یکی اینکه جریان دارفور هست، کشتار و در واقع قتل عامی که از اهالی دارفور انجام شد و سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی رو محکوم کرد، و دو اینکه عمرالبشیر در واقع اولین
کسی رهبر دولتی هست که وقتی که در قدرت بود به جنایت جنگی متهم شد. فکر کنم البته همین آقای برادر پوتین که رفیق آقای خامنه ای هست، فکر می کنم پوتین نفر دوم باشه که در حالی که در واقع در قدرت هست، رئیس یک کشوری هست، به جنایت جنگی متهم شده. اما اولینش عمرالبشیر بود. عمرالبشیر در سال 2009 به دلیل جنایت جنگی در دارفور، کشتار مردم، تجاوز، غارت، پولشویی، همه اینها در متهم شد و قرار شد بعد از اینکه سرنگون شد در سال 2009 محکوم شد به جنایت علیه بشریت، 2019 قرار شد که یک کمیته ای از دادگاه جنایتکاران جنگی از لاهه به سودان بره محاکمش کنن، نشد. بعد قرار شد که یه دادگاه مشترک بین سودان و دادگاه جنایتکاران جنگی باشه، مشترک باشه. هنوز این اتفاق نیفتاده. اما حضور یه نفر مثل عمرالبشیر که در قدرت بود 30 سال، منتظر محاکمه است، متهم به جنایت علیه بشریت است، همه اینها نشون میده که سودان میتونه آبستن تحولات خیلی بدی باشه و کشورهای منطقه نمیتوانند از عوارض اون مصون بمونن. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما که در این گفتگو همراه ما بودید. خواهش میکنم. موفق باشید.